یکم بهمن ماه 1400 خورشیدی و 21 ژانویه 2022 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به داشته های جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای و جنگ ایزایی جمهوری اسلامی ایران و غرب در جریان مذاکرات. پرده آخرم آخر برنامه. در نخستین دقایق بامداد یکشنبه 26 دی ماه 1400 صدای چندین انفجار در چهار استان کرمانشاه، کردستان، همدان و ایلام شنیده شد. صبح یکشنبه چندین پرواز مسافربری به مقصد اهواز، خرم‌آباد و خرمشهر لغو شد. مقامات جمهوری اسلامی فرمودند لغو پروازها به دلیل شرایط جوی بوده است. سعید کتابی فرماندار اسدآباد همدان با تأیید شنیده شدن صدای انفجار در این شهر گفت صدایی حوالی ساعت 24 شنیده شد. ابتدا گمان رفت صدای رعد و برق با توجه به شرایط جوی است، اما این امکان رد شد. البته امکان اینکه صدا از شهری دیگر رسیده باشد و یا زلزله باشد هم وجود دارد. مهدی بابل هوایجی معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان گفت همه دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بسیج شدند تا منشأ این صدا را پیدا کنند. عباس زاده سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم اظهار بی‌اطلاعی کرد از این انفجارها و گفت دلیل شنیده شدن صداهای انفجار در غرب کشور هنوز مشخص نیست. نماینده های استانهای همدان و کرمانشاه در مجلس شورای اسلامیشون هم یا گفتن یکشون گفت من مریضم خبر ندارم، یکی دیگرشون گفت من تهرانم در جریان اخبار نیستم. باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا همه بگن که خبری نیست. بعدن استاندار همدان گفت احتمال می‌دهیم صدای انفجار دیشب برخی اقدامات آموزشی بوده باشد. و خیلی این بازنشر شد که اقدامات آموزشی بوده. اما قرارگاه مشترک خاتم الانبیاء سپاه پاسداران می‌گوید شامگاه شنبه هیچ رزمایش، تمرین و اقدام عملیاتی در پدافند هوایی ایران انجام نگرفته است. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور نیز منشأ صداهای مهیب در نواحی غربی را رعد و برق دانست. دوباره برگشت به همون ماجرای رعد و برق. ریخت و پاش خبری و تبلیغاتیشون، یعنی خبری که چه عرض کنم. کمتر از دو روز بعد از این انفجارها شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای حزب الله لبنان المیادین، اسمش المیادینه، اعلام کرد نیروهای مردمی یمنی، یعنی حوثی ها که اسمشون رو گذاشتن انصار الله یمن، 20 پهباد و 10 موشک به ابوظبی زدند. خبرگزاری امارات هم اعلام کرد که در اثر انفجار 3 مخزن نفت در اثر این حمله ها 3 نفر کشته شده اند، 2 هندی و 1 پاکستانی. جمهوری اسلامی در یکی از تازه ترین تهدیدهاش علیه کشورهای منطقه که با اسرائیل روابط دوستانه برقرار کردند اعلام کرده بود که هر درگیری نظامی با آمریکا پیش بیاد ما اول امارات رو میزنیم. اینا همه رو بزنید کنار هم دیگه. حالا 26 مرداد 99 سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت برای کشور امارات به عنوان یک کشور عربی و مسلمان
چون این رابطه‌ای، رابطه با اسرائیل، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که با رژیم متعرض به قبله اول مسلمین ایجاد رابطه سیاسی و اقتصادی کرده و آن را به طور علنی اعلام کند. قطعا روی کرده ملت ایران به این کشور همسایه از اساس تغییر خواهد کرد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز به این کشور با محاسبات دیگری نگاه خواهند کرد و چنانچه اتفاقی در منطقه خلیج فارس بیفتد و امنیت ملی جمهوری اسلامی دچار خدشه شود، ما آن را از چشم کشور امارات متحده عربی میبینیم و تحمل نخواهیم کرد. اینو 26 مرداد 99 گفته. خب وقتی که ابوظبی رو زدن، قیس خزعلی دبیر کل اصائب اهل حق عراق ضمن تبریک پاسخ نظامی انصار الله علیه ابوظبی به حکام کشور امارات که با صهیونیست‌ها سازش کردند درباره عواقب ادامه دخالت‌هایشان در امور عراق و کاشتن بذر فتنه و تفرقه در بین فرزندان آزاده و شریف ملت عراق هشدار داد. این پاسخ نظامی که میگن، قیس خزعلی میگوید که چی؟ میگه پاسخ نظامی انصار الله، قیس خزعلی همین قولتشنه که بغلسه همیشه در واقع نوچه سلیمانی بود، قاسم سلیمانی در عراق و مدام میاد ایران و میره و اینها، میگه پاسخ نظامی انصار الله علیه ابوظبی کدام پاسخ؟ من عراق رو مثال زدم برای اینکه مزدوران جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه هر کدوم اومدن تبریک گفتن به مثلا انصار الله یمن که امارات رو زده. پاسخ نظامی که میگن یعنی به حضور امارات در ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی علیه انصار الله یمن، علیه حوثی ها، میگن پاسخ دادیم. دبیر کل اصائب اهل حق عراق دلیل سیاسی این عملیات حوثی ها رو واضح نوشته، دلیل سیاسی این زدن ابوظبی رو. میگه حکام کشور امارات که با اسرائیل سازش کرده اند، مشکلی که بهش میگن مشکل راهبردی این است که کشورهای عرب منطقه با اسرائیل مناسبات دوستانه دارند و امارات و اسرائیل در 25 شهریور 99 تفاهم نامه عادی سازی کامل روابط بین دو کشور رو امضا کردند و سفارتخانه های دو کشور شروع به کار کردند. امارات با عربستان جزو ائتلاف عربی علیه حوثی هاست. قبلا مزدوران جمهوری اسلامی در یمن، یعنی همین انصار الله یمن، با تجهیزاتی که از ایران به دستش میرسه حملات ایذایی متعددی علیه عربستان سعودی انجام دادن که مهمترینش به لحاظ نفتی و اقتصادی به تأسیسات نفتی عربستان آرامکو بود در شهریور 1398. آمریکا همون موقع رسما اعلام کرد که حمله به تأسیسات آرامکو کار جمهوری اسلامی است و اقدام جنگی است. اما پاسخ اقدام جنگی جمهوری اسلامی، ببینید این در سیاست و در دیپلماسی، در این حرفایی که میزنن، من مخصوصا روی کلمات تکیه میکنم برای اینکه شما روی کلمات توجه ویژه داشته باشین که یه نتیجه گیری نسبتا جامعی بشود از گزارش کرد. آمریکا میگه یک اعلام جنگی بود حمله به آرامکو و کار جمهوری اسلامی بود. خب پاسخ اقدام جنگی جمهوری اسلامی، اما جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی نبوده، حمله به مراکزی بوده که غرب میگوید که اگر این مراکز رو از کار نندازه یا ضعیف نکنه، لااقل چون این تصوری داره، اگر این مراکز رو از کار نندازه یا ضعیف نکنه بعدن باید تاوان بسیار بزرگتری بده. بنابراین حمله های ایذایی به مراکز هسته‌ای و بعضاً تأسیسات موشکی جمهوری اسلامی سازمان داده میشه. چند تا اشاره میکنم. در ششم تیر ماه 99 از سایت موشکی خجیر نزدیک سایت هسته‌ای پارچین نور عجیب غریبی دیده شد و صدای انفجار شنیده شد.
شهاب سنگی چیزی نبود. بچه اینجا پردیسه، اینجا پشت کوه یه دفعه صدای انفجار اومد، الان هم که نورش داره میاد، میبینید؟ این زمانی بود که دور ششم به اصطلاح و دور آخر مذاکرات دولت روحانی با کشورهای 4 به اضافه 1 برای احیای برجام بی نتیجه تموم شده بود. انفجار مهیبی در شرق تهران در منطقه پارچین اتفاق افتاده است. سخنگوی وزارت دفاع گفت این انفجار در مخزن گاز بوده و تلفات جانی به همراه نداشته است. در پارچین قبلا نیز انفجار اتفاق افتاده و ایران متهم به آزمایش اتمی شده بود. خب بچه های خودمون چی گفتن در این باره؟ خبرنگارای رادیو فردا. حجیر محوطه گسترده‌ای در میان کوههای شرق تهران محل استقرار بخش‌های مختلف سازمان صنایع فضایی ایران است. مقایسه تصاویر ماهواره قبل و پس از انفجار، ساختمانی شبیه به تأسیساتی کوچک را نشان می‌دهد که پس از انفجار ویران شده است. منطقه‌ای که وزارت دفاع می‌گوید محل انفجار مخزن گاز بوده، در حدود 20 کیلومتری محلی است که تحلیلگران آن را تأسیسات موشکی خجیر توصیف می‌کنند. فابین هینتز، محقق مرکز جیمز مارتین در امور عدم اشاعه در مؤسسه میدلبری کالیفرنیا میگوید دو بخش مهم در این مجموعه گروه صنعتی شهید باکری و گروه صنعتی شهید همت هستند. اولی مسئول تولید پیشران‌های سوخت جامد موشک و دومی تولید کننده موشک‌های بالستیک با سوخت مایع است. هر دوی اینها شرکت‌های زیرمجموعه‌ای در خجیر و دیگر نقاط ایران دارند که در روند تولید موشک فعالیت می‌کنند. آسوشیتد پرس به نقل از مرکز مطالعات بین‌المللی و راهبردی مستقر در واشنگتن، خجیر را منطقه‌ای با تونل‌های بی‌شمار توصیف کرده که برخی احتمال می‌دهند انبار مهمات باشد. ساختمان‌های صنعتی بزرگی که در تصاویر ماهواره‌ای هم قابل مشاهده است، احتمال تولید موشک را در آن محل تقویت می‌کند. یک هفته بعد در 12 تیر ماه 1399 یکی از ساختمان‌های مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای جمهوری اسلامی در نطنز در 250 کیلومتری جنوب تهران منفجر شد. جمهوری اسلامی اعلام کرد که در حال آزمایش موشک پدافند بوده. در ساعات اولیه مقامات ایران اعلام کردند حادثه هیچ خسارتی به دنبال نداشته، اما بعدها مشخص شد انفجاری که توسط یک نیروی نفوذی اسرائیل درون سازمان انرژی اتمی ایران رقم خورده، برنامه هسته‌ای کشور را به شدت عقب انداخته است. به نوشته روزنامه گاردین چاپ لندن، جمهوری اسلامی اذعان کرد که سایت هسته‌ای نطنز هدف حمله قرار گرفته و خسارات زیادی وارد شده. نیویورک تایمز نوشت این حمله نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و ادامه برنامه هسته‌ای در نطنز را 1 تا 2 سال عقب انداخت. باز یک هفته بعد از این خرابکاری در سایت غنی‌سازی نطنز، نیمه شب 20 تیر ماه 99 در غرب تهران صدای انفجار وحشتناکی اومد. صدا و سیما چند ساعت بعد از صدای انفجار مصاحبه‌ای با ساکنان منطقه که یک بلال فروش و یک خریدار بلال بود در ساعت 2:30 شب منتشر کرد که اعلام کردند مطلقا هیچ صدایی نشنیدند. ماجرا اینه که این بلال فروشه 3 روز پیش از این مصاحبه داشت نقش مسافر هواپیمای ماهان رو بازی میکرد که در آسمان سوریه مورد تهدید جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفته بود. چون یه هواپیمای مشکی، آره همینجور نزدیک هواپیما شد و تعادل هواپیما هم خود منم کلم خود یه جنگنده بود. تو کجاست؟ یا شهریار، میدان فرمانداری، بلوار کلاغ. خب خسته نباشید. سلام. این 1-2 ساعت صدای انفجار چیزی شنیدین شما؟ والا نه، ما معمولا ساعت 8 شب میایم اینجا بساط می‌زنیم. نه صدای انفجار بعد برقی چیزی رفته تو من طرفا من متوجه نشدم. میگم خیلی عادی بوده مثل روزهای قبل.
ببینین اون تیشرت سفیده که مثلا اومد بغل باد بزن به دسته داره با این تیشرت مشکی صحبت میکنه، این همون نقش بازیکن سیمای آقایونه. اینا ظاهرن بازیگر دیگه کم آوردن، این یارو سه روز پیشش یه نقش دیگه بازی کرده تو همون هواپیمای ماهان که دیدیم، و هواپیمای ماهان البته بسیار برای جمهوری اسلامی مهمه. سرتیب پاسدار حسینی پور از فرماندهان نیروی قدس به صراحت در 3 آبان 98 گفت در جابجایی نیروها به سوریه فقط با هواپیمای قولپیکر ماهان بود که به داد ما رسیدن، زیرا زیر رگبار دشمن وارد فرودگاه دمشق می شد و نیروها را پیاده می کردند. باری حملات ایزایی برای از کار انداختن یا خرابکاری در سایت هسته‌ای نطنز یا پارچین یا سایت موشک خجیر همه جدا از حملات سایبری است علیه این تأسیسات جمهوری اسلامی. یک نمونه عرض کنم، در 21 فروردین 1400 قطع برق در تأسیسات نطنز، درست یک روز قبل از اینکه قرار بود مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته رو دوباره راه اندازی کنن، مرکزی که به دلیل برجام تعطیل شده بود، و خب قطع برق باعث خسارات جدی به این مرکز شد. جدی که میگم یعنی راه اندازی مجدد این مرکز رو 9 ماه عقب انداخت، که راه هم نیفتاد، 9 ماه بعد تازه اومدن دوباره نصب کنن. از اردیبهشت 1400 جمهوری اسلامی رفت سمت مذاکره با غرب برای احیای برجام با این دولت جدید، دولت رئیسی. حملات ایزایی علیه تأسیسات هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی متوقف شد تا 13 آذر 1400، اردیبهشت تا آذر. 13 آذر کی بود؟ 13 آذر زمانی بود که این دور از مذاکرات بی‌نتیجه تموم شده بود، حالا خواهم گفت. یک هفته قبل از این تاریخ مذاکرات احیای برجام انجام شده بود. از 6 آذر آقا رفت، این باقری رفت وین، و از 8 آذر رسما شروع شد. اولین مذاکراتی که کشورهای 4 به اضافه 1، این 4 به اضافه 1 که میگم یعنی بدون خلاصه کشورهای درگیر برجام، بدون آمریکا که زمان ترامپ از برجام خارج شد و الان دولت بایدن داره تلاش میکنه که این برجام دوباره احیا بشه، و این مذاکرات احیای برجام داره انجام میشه و برای احیای برجام این 8 دور مذاکره است که الان جریان داره. اولین مذاکراتی که دولت رئیسی جمهوری اسلامی با کشورهای 4 به اضافه 1 انجام دادند برای احیای برجام از 6 آذر 1400 شروع شد. دور 7 مذاکرات احیای برجام بهش گفتن. دور 6 اون آخری بود که سال قبلش دیگه دولت روحانی انجام داده بود و تموم شده بود، همش بی نتیجه نهایی. در دور 7 هم که اولین دور مذاکره دولت رئیسی بود با 4 به اضافه 1، مذاکرات بی نتیجه موند. در 13 آذر همون روز در آسمان نطنز مردم انفجار بزرگی رو دیدن، منطقه لرزید و سیمای آقایون نمیشد لاپوشونیش کرد. سیمای آقایون همون شب هل هلکی فرمانده سپاه منطقه رو آورد فوری تلویزیون تا هل هلکی بگه ما داشتیم آزمایش موشکی میکردیم. ببینید چجوری حرف میزنه و چه پرت و پلای قاطی پاتی میگه. این سامانه ای که هدفمند آزمایشی بوده که خوشبختانه ساعتی قبل صدای مهیبی آسمون شهر بادرود رو در بر گرفت که خوشبختانه هیچ مشکلی هم پیش نیومده و مردم در آرامش کامل به سر میبرند. خیلی ممنون. خودتون هم شاهد همچون آزمایش بود؟ بله من خوشبختانه داخل خیابون بودیم که صدایی که از بالای سر ما، صدای انفجاری که از بالای سر ما رد شد و متاسفانه یا خوشبختانه هیچ مشکلی هم پیش نیومد واسه منطقه. بهش گفتم بگو خوشبختانه، همش خوشبختانه زدن، خوشبختانه انفجار شد، خوشبختانه من تو خیابون بودم، خوشبختانه دستگاه عکار افتاد، خوشبختانه هیچ مشکلی پیش. یه تیکه گزارش رادیو فردا رو در همین باره ببینیم.
ساعتی پس از واقعه نطنز، چیزی حدود 200 کیلومتر آن طرف در، منابع محلی روستای میهه از توابع کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری تصاویری از حمل یک پهپاد توسط هلیکوپتر را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. پهپادی که نیروهای سپاه پاسداران در حال جابجایی آن بودند. ساعتی بعد معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری اعلام کرد که این پهپاد روز پنجشنبه برای بارور کردن ابرها پرواز کرده بود، ولی به دلیل شرایط نامساعد جوی ناچار به فرود اضطراری شده. سه هفته بعد، ششم دی ماه 1400، هشتمین دور مذاکرات احیای برجام در وین شروع شد. سرپرست تیم مذاکره کننده هسته‌ای مثل دفعه پیش علی باقری کنی است. علی باقری کنی متولد 1346 خورشیدی، برادرزاده آیت الله مهدوی کنی که مرد، برادر دوماد علی خامنه ای مصباح الهداست. مصباح الهدا شوهر دختر کوچکه خامنه ای بشرا خامنه ای است. بشرا حسینی خامنه‌ای، داداش مصباح الهدا علی باقری کنی که الان مذاکره کننده ارشد هسته است، تحصیلاتش معارف اسلامی و اقتصاده در دانشگاه امام صادق و میدونی دیگه انگلیسی هم نمیدونه و با مترجم مذاکره میکنه. باری ولی کاری که کرده تا حالا هیچ ربطی به تحصیل اقتصاد معارف اسلامیش نداشته. تو سیمای آقایون سمت داشته، تو قوه قضاییه ربطی به اقتصاد اینا نداشته، تو قوه قضاییه به عنوان مسئول حقوق بشر دستگاه قضاییشون و تو وزارت خارجه که همچنان سر کاره ایشون. دوره احمدی نژاد مسئول مذاکرات جلیلی بود، باقری به عنوان مذاکره کننده ارشد معاون جلیلی بود، حالا هم باقری مذاکره کننده ارشده. هرچی اون موقع جلیلی یادش داد، یاد باقری داد، حالا باقری داره پس میده. در دوره جلیلی و باقری به عنوان دبیر چه اتفاقی افتاد اون موقع که اینا بودن؟ در دوره جلیلی و باقری به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، یعنی جلیلی دبیر شورای عالی و باقری مذاکره کننده ارشد در مذاکرات هسته‌ای، در دوره احمدی نژاد شورای امنیت سازمان ملل سه قطعنامه علیه ایران صادر کرد، از جمله قطعنامه 1929. این قطعنامه ایران را مشمول بند 7 منشور سازمان ملل معرفی کرد. بند 7 منشور سازمان ملل مجوز اقدام نظامی است علیه کشوری که تهدید برای صلح جهانی است. حالا قبل از انتخابات ریاست جمهوری 1400 که این بیاد دوباره جلوی ویترین، آقای علی باقری مصاحبه، یکی از مصاحبهش رو بشنویم در این باره. شما سالگرد ازدواجتون رو موقعی جشن میگیرید که مثلا زندگی راضی باشی، یه خانم خوب داری، مثلا یه خانم خونه داره، محجب است، نمیدونم عفیف است، تامین کننده به اصطلاح منافع خونه است، نمیدونم بچه‌ها رو میرسه اینا. اما شما فرض کنید با یکی ازدواج کردی، ولی این خانومه ول کرده رفته، از اون طرف اومده نمیدونم خونه شما رو به اسمش کردی گرفته برده، مثلا شما رو از خونت بیرون کرده، نمیدونم تو دعوا علیه توی دادگاه چیز کرده، نمیدونم مهر رو اجرا گذاشته، چهار تا دروغ داره بد میگه، با تو دشمنت داره ارتباط میگیره، داره علیه کار میکنن، قاعدتا هیچ وقت شما سالگرد اون ازدواج رو جهش نمیگیری، همینجوری سیویلی رد میشی، مخصوصا موقعی که خیلی هم زدین آقای دکتر، مخصوصا وقتی که پدر شما گفته باشه با این زنه نرو ازدواج کن. آقا فهمیدن من خوشبین نیستم به این مسیر، نکنید این کارو، خوشبین نیستم. این طرف رو عاقل میبینه، پدر پسرش رو میگه خوشبین نیست، این نرو این طرف. خیلی دلسوزا میگفتن این مسیر غلطه. سالگرد برجام، پدرم پیشواست، همین مسیر غلطی که داری میگی آقای حاج علی باقری کنی، خب دارین دوباره میرین همین مسیری که داری میگی غلطه و پدر دلسوزتون بهتون گفته برین برین برین.
اگه خوب شد که عمرن بشه، خواهم گفت پدرتون میگه بذاریم به حساب نظام، به حساب پدرتون. اگرم خوب نشد، پدرتون میاد تو سیماتون میگه بچه هام سربران نبودن و به صراط مستقیم نرفتن، من خوشبین نبودم. این تجربه است دیگه، دیدیم دیگه. حالا دیگه اون درباره مثال زن خوب و منافع خونه و این حرفای درخشانی که زد به اندازه فهمش بود دیگه، این مذاکره کننده ارشده. بله، حالا این شخص همین علی باقری کنی درباره مذاکرات هسته‌ای که داره الان خودش با غرب انجام میده با صراحت بیشتری زمانی که هنوز دولت رئیسی سر کار نبود دربارش گفته بود در نهم دی ماه 99. من تحلیلم این است که و در واقع شواهدی هم وجود داره که آمریکایی‌ها مجبورن که توی تحریم‌ها تعدیل ایجاد بکنن و برخی از تحریم‌ها رو بردارن، نمیتونن ادامه بدن به این وضعیت، اما میخوان اونو با هزینه ما انجام بدن. میگن بیاد بشین مذاکره بکنیم که ایران ما این تحریم‌ها رو برمی‌داریم به شرط اینکه تو هم یه قدم بری عقب‌تر، در حالی که اگر ما در واقع تو این دام آمریکایی‌ها نیافتیم اونا مجبورن. اولا چرا مجبورن؟ چون شما دیگه کم کم دارین به صراحت میگین که دارین بمب اتمی تولید میکنین. و خواهم گفت که چرا میگم با صراحت دارین میگین. بعد چرا مجبورن آمریکایی‌ها بهتون جایزه هم بدن؟ چرا مجبورن؟ ثانیاً با همین نگاه اگر داری الان مذاکره میکنی حاج علی آقا باقری کنی و این نگاه پدر دلسوزت به مذاکرات فعلی، پس باید منتظر برخورد نظامی غرب با ایران باشیم. یک روز پس از آغاز دور هشتم مذاکرات وین یعنی هفتم دی ماه 1400 دیپلمات‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای وضعیت این مذاکرات را اضطراری توصیف کردند و اعلام کردند که با تشدید فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به نقطه‌ای نزدیک می‌شویم که برجام را کاملا از معنا تهی می‌کند. میگه به نقطه برگشت ناپذیر می‌رسیم. این مذاکرات احتمالاً طی چند هفته و نه چند ماه به پایان خواهد رسید. این بیانیه مشترک بریتانیا، فرانسه و آلمان بود. در این بیانیه آمده است که غنی‌سازی 60% برای کشوری بدون سلاح هسته‌ای بی سابقه است. این در حالی است که محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفته است که جمهوری اسلامی عجله‌ای برای رسیدن به توافق هسته‌ای ندارد. مرندی میگوید ضرب العجل طرف مقابل ارزشی برای ما ندارد، چرا که حتی اگر به فرض طرف مقابل از برجام خارج شود و مکانیزم ماشه اجرا شود و چند قطعنامه علیه ایران اجرا شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خیلی اتفاق خواهد افتاد. آقای مرندی کی هست؟ محمد مرندی، ایشون گلپسر علیرضا مرندی مشاور خامنه‌ای و رئیس تیم پزشکی پیشواست. ساسان مرندی که بعداً اسمش شد سید محمد مرندی متولد آمریکاست، دو تابعیتی است، تا 13 سالگی هم آمریکا بوده. باباش علیرضا مرندی سر تیم پزشکای علی خامنه‌ای است. محمد مرندی همون حاج ساسان آمریکایی که مدافع سرسخت نظام مقدس شده است، نزدیکترین فرد در تیم مذاکره کننده یا هسته‌ای به علی خامنه‌ای است. سمتش در تیم مذاکره کننده مشاوره، مشاور علی باقری، ولی نزدیکترین آدم به خامنه‌ای نه از نظر نسبت فامیلی و اینا عرض میکنم ها. این کسانی که درگیر این مذاکرات هستن در ایران میگن این دوره هشتم مذاکرات وین برای احیای برجام از نظر زمان برای هر دو طرف، هم جمهوری اسلامی و هم غرب،
اهمیت کلیدی داره. جمهوری اسلامی چنان که سید محمد مرندی میگوید اهمیتی برای به نتیجه رساندن مذاکره قائل نیست، چون به گفته مقامات آمریکایی دنبال خریدن وقت برای رسیدن به هدف بازگشت ناپذیر، یعنی تولید بمب هسته‌ای. اینو بارها مقامات آمریکایی گفتن و فرانسه گفته است به ویژه. خب خبرها از مذاکرات هسته‌ای در وین این احتمال مطرح می کند تا این لحظه که این برنامه داره ضبط میشه که توافق موقت انجام خواهد شد، چون غرب ولکن نیست و رفته برای توقف حتی کوتاه مدت مسیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی میگه ما توافق موقت نمیخوایم، ما توافق پایدار میخوایم. همه باید تلاش کنیم که مطمئن بشیم بازگشت ایالات متحده به برجام همراه با اخذ تضامین لازم و راستی آزمایی است و همچنین چرخه ای از رفع تحریم ها که بر اساس و وفق برجام باید انجام می شده به طور مؤثر انجام شده. اینها با هیچ توافق موقتی حاصل نمی شه. حقه بازی می کنه یا یعنی حقه بازی میکنه برای وقت کشی جمهوری اسلامی، یا این سخنگوی وزارت خارجهشون مثلا راست میکنه؟ ببینید، دو روز قبل از اینکه دولت رئیسی برای اولین بار پای میز مذاکره احیای برجام در وین بره، یعنی آذر ماه، فریدون عباسی که الان نماینده مجلس رئیس سازمان انرژی اتمی فاش کرد که جمهوری اسلامی در پی ساخت سلاح اتمی است و محسن فخری زاده مسئول به انجام رساندن این کار بوده، مثلا نقشی که عبدالقادر خان در پاکستان داشت و پدر بمب اتمی پاکستان لقب گرفت تو پاکستانی. فریدون عباسی از همکارای نزدیک فخری زاده بوده و سال 89 تا 92 همین آقای عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی بود. از قدیمی های در واقع تیم هایی هست که برای تولید سلاح هسته‌ای تاکتیکی به ویژه در جمهوری اسلامی از دهه 70 شروع کردن به کار. الان هم عرض کردم نماینده مجلسشون میگوید اسم تشکیلات که این اواخر دست آقای فخری زاده بود، تشکیلات سپند که مخفف سازمان پژوهش‌ها و نوآوری دفاعی یا پژوهش‌های نوین دفاعی بود، یعنی اگر کسی بخواهد در نوآوری دفاعی کاری کند گستره وسیع از علم و فناوری را لازم دارد، هسته‌ای، موشکی، الکترونیک و غیره خود به خود از دل این بیرون می‌آید، منتها تحفظ ما، یعنی ما مثلا خط قرمز ما درباره سلاح هسته‌ای بر اساس فتوای صریح رهبر معظم انقلاب بر حرمت سلاح هسته‌ای کاملا مشخص است، منتها فخری زاده این سیستم را ایجاد کرده بود. یعنی علارغم حال گیریم مثلا فتوای حضرت بوده است و ولی فخری زاده این سیستم را ایجاد کرده بود و مسئله اش هم فقط دفاع از کشور خودمان نبود، زیرا کشور ما پشتیبان جبهه مقاومت است. روشنه دیگه، هیچ توضیحی لازم نداره. فردای انتشار این مصاحبه، عرض کردم این مصاحبه دو روز قبل از شروع دور هفتم مذاکرات، یعنی اولین دوری که رئیسی، دولت رئیسی با غرب مذاکره کرد در وین در آذر ماه، فردای انتشار این مصاحبه و یک روز قبل از شروع رسمی دوره هشتم، یعنی هفتم دوره، ببخشید هفتم دوره هفتم، یعنی در آذر ماه، هفتم آذر 1400، یه روز بعد از این مصاحبه‌ای که من یتکش براتون خوندم، آقای ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه نابودی اسرائیل بزرگترین آرمان پیش روی ماست و بزرگترین هدفی است که دنبال می‌کنیم، اظهار داشت همه کسانی که حتی اسم مسلمان رویشان است مثل عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی از نظر ما بخشی از این رژیم هستند، یعنی اسرائیل، و این خیلی مهم است.
محسن فخری‌زاده که میدانید ترور شد در نزدیکی تهران و کشته شد، مجری پروژه سلاح هسته‌ای بود که جمهوری اسلامی در تمام 40 سال گذشته دنبالش بوده. دست کم از سال 66 توی دوره دنبال خریدنش بود که یک دو سال پیش من یک گزارش مفصلی دادم با جزئیات که حالا اگه لازم باشه باز خواهم داد بعدن. در سال 1366 میخواست تولید داخلی داشته باشه، از اون موقع شروع کرد به تمرکز روی تولید داخلی، نمیشه خرید از خارج. بوم. خب دیماه سال 1366 بود، اینو آقای فریدون عباسی میگه، همکار نزدیک فخری‌زاده. دیماه سال 1366 بود که برای نخستین بار با شهید فخری‌زاده آشنا شدم. در واحد پدافندی روی پدافند هسته‌ای کار میکردیم. پدافند دفاع نظامی دیگه، یعنی در واحد نظامی روی پدافند هسته‌ای کار میکردیم. حالا جمهوری اسلامی داد میزنه آه ما برای مصرف پزشکی میخوایم، برای برق میخوایم، برای فلان میخوایم و اینا. مقایسه کردین دیگه که مثلا تأسیسات هسته‌ای بوشهر مثلا 2% زیر 2% برق کل کشور رو مثلا میتونست بده، که من میشم غیر از 3 ماهی که در سال باید بخوابه برای تعویض سوخت، میدونید که تعطیل. خب میگه ما روی پدافند هسته‌ای کار میکردیم از سال 1366 با فخری‌زاده. این تلاش ها با دولت محمد خاتمی انسجام اداری روشنی گرفت. در واقع با دولت خاتمی فخری‌زاده شد معاون وزارت دفاع و مسئولیتش شد تمرکز بر پیشرفت صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. به قول خودش مسئولیتش شد طرح دفاع هسته‌ای. شما عربستان رو ببینید که طرح‌های وسیع هسته‌ای داره، اون به حساب طرح ملک فهد داره از شرایط بدن. شما امارات به شدت دنبال وسیع هسته‌ای، پاکستان که تکلیفش مشخص است، هند و از شرایط بدن شما اینان که مشخص. خب این گسترش میطلبه که یک سری زیر ساخت‌هایی به صورت متوازن ایجاد بشه که اگر ایجاد نشه با این احتمال حوادث چه در داخل چه در منطقه و چه در اشرف خدمت شما عرصه بین المللی، قطعا ما اون ضربه پذیری هایی رو که در وسط شیمیایی داشتیم اینجا با شدت بیشتری خواهیم داشت. بنابراین این درمانگاه یکی از اون زیر ساخته های لازم هست که ما داشته باشیم و البته سایر موارد پدافند هسته‌ای که حتما باید کار میشه. در سالهای حدود 78-79 که من خدمت رئیس جمهور محترم وقت گزارشی رو میدادم در این مقوله، ایشون فرمودن که ما این کار رو نه که باید شروع کنیم که خیلی دیر هم شده. الحمدلله در اون موقع طرح دفاع هسته‌ای تمام شد. چیزی که محسن فخری‌زاده میگه طرح دفاع هسته‌ای هیچ نیازی نه به معنی کردن داره نه به توضیح و تفسیر داره. دیگه سر این اگه دارن دولت‌ها مذاکره میکنن، هم سر خودشونو میخوان کلا بذارن، هم سر ما رو، هم سر مردم هم بر روشنه دیگه. در دوره دولت احمدی نژاد پروژه سپند رو راه انداختن، همون که مخففش هست در واقع نهاد تولید سازمان پژوهش‌ها و نوآوری دفاعی، مخففش هست سپند، که سازمان یافته ترین نهاد تولید تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی بوده است تا امروز. فریدون عباسی میگه ما سعی کردیم یک سری شرکت‌های مشترک تشکیل بدهیم، یعنی متخصصین را بیاوریم، مجموعه نظامی بیاید و دولت هم از طریق انرژی اتمی وارد بشه، بر روی موضوعات خاص انسجام مدیریت ایجاد کنیم. در دولت روحانی، دولت روحانی با اون تیم مذاکره کننده با اجازه پیشوا رفتن در واقع امتیاز بدن به آمریکا برای اینکه تحریم‌ها برداشته بشه. ببینید خودشون چی میگن. در دولت روحانی محدودیت‌های اعمال شد، ولی
پیشبینی هایی شده بود که آن محدودیت ها تأثیر نکند. خیلی تلاش کردند که ایشان هم، یعنی فخری زاده هم، مثل تشکیلات انرژی اتمی محدود شود، که الحمدلله در رأس کشور و در آنجا در بیت افراد فهیمی بودند که کمک کردند آن سیستم دفاع هسته‌ای حفظ شود. این تمام ماجراست. در رأس کشور یعنی پیشوا سیستم تولید سلاح هسته‌ای را علی‌رغم برجام حفظ کرده است تا امروز. گروه بین المللی بحران با انتشار گزارشی میگوید با توجه به میزان فعلی ذخایر اورانیوم و شمار سانتریفیوژهای فعال پیشرفته ایران، تنها چند هفته به زمان گریز هسته‌ای، یعنی دستیابی به میزان کافی اورانیوم برای ساخت یک بمب اتمی باقی مانده است. این گزارش 57 صفحه‌ای که روز دوشنبه 27 دی ماه 1400 بر اساس مصاحبه با بیش از 50 مقام و نهاد بین المللی تنظیم شده است و در سایت این گروه منتشر شده، می افزاید در دوران قبل از عدول ایران از تعهدات هسته‌ایش، ذخایر اورانیوم کم غلظت آن حدود 100 کیلوگرم بود، اما اکنون به نزدیک 2500 کیلوگرم رسیده است. همچنین ذخایر اورانیوم 20% و 60% ایران تا پایان سال گذشته میلادی به ترتیب 114 کیلوگرم 20% و 18 کیلوگرم 60% بود. بر اساس برجام، ایران تنها مجاز است تا سقف 202 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 3.7% در اختیار داشته باشد و غنی‌سازی بیش از این میزان ممنوع است. از طرفی، در حالی که قبل از عدول ایران از تعهدات برجامی خود تنها چند ده سانتریفیوژ پیشرفته در کشور فعال بود، اکنون این رقم به 2101 دستگاه رسیده است. آمریکا اردیبهشت 97 از برجام خارج شد و یک سال بعد ایران شروع به عدول تدریجی تعهدات هسته‌ای خود کرد. گروه بحران میگوید اگر به زودی توافق حاصل نشود، ایران به نقطه‌ای خواهد رسید که احیای برجام اهمیت خود را از دست می‌دهد، موضوعی که اعضای اروپایی برجام و آمریکا نیز قبلا بر آن تأکید کرده بودند. 9 روز بعد از آغاز مذاکرات، همین دور هشتم، همین که جریان داره، و تعلل جمهوری اسلامی در رسیدن با توافق به توافق با غرب، که میدانید دیگه، ای متوقف کردن، یه توقفش گفتن به خاطر سال نو میلادی است، قرار بود 3 روز متوقف بشه، حدود 10 روز 12 روز متوقف شد. هیئت رفت ایران، هیئت که چه عرض کنم، همشون موندن اونجا تو هتلاشون و علی باقری و یکی دو تا دیگه رفتن ایران خدمت آقا. میدانید که این تیم مذاکره کننده هسته ای، علی باقری و اطرافیان، 20 جلسه لااقل تا درست روز قبل از دور هشتم مذاکرات عرض میکنم، یعنی همین دی ماه 20 جلسه با رهبر جمهوری اسلامی داشتن مستقیم. کاری دیگه رئیسی دولت و این داستان نداره، اون باید بره پوتین بره تو کرملین نماز بخونه که زنش باید بیاد بگه که به به چه حضور معنوی داشت در کرملین، بعدم بگه که من کتاب میشل اوباما رو خوندم، چه کتاب قشنگی بود و منم میخوام بنویسم و اینا. گفته اینا رو، من اینا رو چون یادم اومد الان این پرانتز رو کردم عرض کردم. باری 9 روز بعد از اینکه مذاکرات همین جریان داره، دور هشتم شروع شد و تعلل و توقف موقت، درخواست توقف موقت جمهوری اسلامی باقری که برگرده بره خدمت آقا ایران مثلا بشینن صحبت کنن و نظرشو بگیره دوباره برگرده و بعد از یک توقف 12-13 روزه، صدای انفجار از همون جایی بلند شد که 20 تیر ماه 99 اتفاق افتاده بود، حوالی کرج نزدیک شهر قدس و قلعه حسن خان، 15 دی ماه 1400.
صدای شنیده شده عصر امروز در حومه کرج ناشی از شلیک یک راکت در تمرین آموزشی بود. آنطور که روابط عمومی سپاه امام حسن مشتبه استان البرز اعلام کرد، شلیک راکت در تمرین آموزشی و به صورت مدیریت شده در یکی از مقرهای سپاه بود. این انفجارها که گفتن آموزشی بوده در یکی از مقرهای سپاه، دو بار قبل‌تر، یک بار در سال 98 و یک بار در سال 99 همینجا اتفاق افتاد و هر سه بار اطلاعیه مشابهی از سپاه البرز منتشر شده بود. و آخرین مورد تا امروز انفجارهای مهیب در غرب ایران بود که اول برنامه بهش اشاره کردم. اجازه بدید دوری بزنیم برگردیم یا برای یادآوری که در زمانی که مذاکرات احیای برجام در غرب جریان داره و گفتم که مسئولان جمهوری اسلامی نهایتاً گفتند که صدای رعد و برق بوده، اون انفجارها انجام شد در غرب ایران. دو شب بعد از اون انفجارها حوثی‌های یمن ابوظبی مرکز کشور امارات رو زدن. دو شب بعدش جمهوری اسلامی میگوید که گفتم دیگه که اونا رعد و برق بود و این اون انفجارها منظورمه. و این انفجاری هم که الان داریم میبینید در ابوظبی، این هم ربطی به ما نداره. جهادیای یمن بودند، ما کاری نیستیم، ما فقط براشون تکبیر میگیم. اما تلویزیون المیادین، تلویزیون ماهواره حزب الله لبنان، نوشت روز انفجار در امارات محمد عبدالسلام رهبر حوثی‌های یمن در تهران با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد و درباره انفجار در نزدیکی فرودگاه ابوظبی توضیح داد. چند روز پیش از حمله نیز محمد عبدالسلام با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در عمان دیدار کرده بود. خبر زدن ابوظبی رو، امارات رو، در رسانه‌های ایران اول خبرگزاری فارس سپاه منتشر کرد و بعد بقیه از رو دست خبرگزاری سپاه دستوری حتما منتشر کردن و نوشتند که این حمله تذکر عملی به کشور امارات بود، تذکر عملی صنعا به امارات. صنعا دست حوثی هاست در یمن. طرح و تبلیغ این عنوان، یعنی تذکر مثلا حوثی‌های یمن به امارات برای حمله تروریستی انصار الله یمن به امارات، در واقع وقتی این عنوان رو جمهوری اسلامی طرح میکنه و تبلیغ میکنه، یعنی چی؟ دو تا هدف داره. یعنی با این حمله جمهوری اسلامی اولا میخواد بگه که ما میتونیم امارات رو بزنیم اگر بخواد همچنان به تقویت ائتلاف ضد حوثی ها ادامه بده. هنوز اصلا وارد این قضیهش نمی کنه که چرا دو شب بعد از انفجار در غرب ایران اینا زدن. این یه دلیل. میگه ما میتونیم بزنیم اگر تو ائتلاف عربی بمونه علیه حوثی های یمن و روابطشو با اسرائیل همچنان تقویت بکنه. همونطور که قبلا گفتیم میتونیم بزنیمش. نیروی نیابتی و مزدور ما انصار الله یمن میزن. دوم، میخواد رد گم کنه از هدف واقعیش در این زمان و موقعیت، رد گم کنه از این حمله. میخواد به ائتلاف امارات و عربستان مربوط بشه در اذهان عمومی زدن امارات و نه به انفجارهای دو شب پیش از اون حمله در غرب ایران. عباس عبدی روزنامه‌نگار توییت زده که توییتشو بیارین تا من بخونم. الانم خدمتتون دقیق عرض میکنم. بله، میگه ای کاش توضیح داده شود که چرا یمنی‌ها الان امارات را زدن. ربط این اقدام با اتفاقات دو شب پیش در امارات چیست؟ چرا اخبار آن صدای انفجارها متناقض بود؟ چرا هیچ خبر رسمی موثقی در این باره منتشر نشده؟ اینها مسئله ایران است، اینها مسئله ایران است، نه جدل ها و بازی های توییتری. نمیتونه جمهوری اسلامی بگه ربط دو عملیات در غرب ایران و در امارات چیست. نمیتونه بگه،
چون اگه اینو جمهوری اسلامی بگه باید فاش کنه که اون انفجارها در ابوظبی در امارات حاصل حمله، ببخشید، اون انفجارها در قبل از اینکه در امارات بشه در غرب ایران حاصل حمله پهپادی به تاسیسات هسته‌ای یا موشکی جمهوری اسلامی بود. اگه بگه که ما در تلافی اومدیم اماراتو، یعنی به مزدورامون گفتیم اماراتو بزنن با تسلیحاتی که ما در اختیارشون، با پهپادایی که ما در اختیارشون گذاشتیم، نمیتونه بگه اینو. چون اگه بگه، میگم که باید فاش کنه که در غرب ایران چه اتفاقی افتاد، باید واقعیتو برای مردم گزارش کنه که هرگز نکرده. و با گزارش کردن واقعیت چه خواهد شد؟ خب ضعف دفاعی جمهوری اسلامی آشکارتر میشه و این یعنی از بین رفتن همه تبلیغات و مانورهای جمهوری اسلامی در عرصه های نظامی. الان که بوی جنگ هم میاد، مهمه دیگه، تبلیغات جنگی و ضد در واقع تبلیغات. باری عرض میکردم که رسانه های سپاه از عملیات مهم انصار الله یمن در عمق خاک امارات نوشتند که نوشتن انصار الله یمن با 20 پهباد و 10 فروند موشک بالستیک اهداف حساسی را در عمق امارات هدف قرار داده است. ببینین، این تعداد پهباد و موشک در هیچ گزارش مستقلی نبوده و نیست و پیداست که تبلیغات فقط این تعداد. با این وجود چیزی که روشنه اینه که امنیت منطقه بسیار لرزانتر از چیزی است که تصور میشد و این وضع بیش از همه به ضرر مردم منطقه است. کشته شدن‌ها، زخمی شدن‌ها از این عملیات تروریستی و نیابتی یک طرف، از بین رفتن محیط آرام، امنیت برای تجارت و بازرگانی و کسب و کار مردم طرف دیگه، یعنی گران شدن هزینه زندگی پیامد قطعی این تنش‌زایی در منطقه است که فشارش مستقیم بر مردم میاد، مردم ایران و کشورهای همجوار. کی سود می‌بره؟ سود اقتصادی قطعا بیش از همه به جیب انحصارات بزرگ بانکی و صنعتی دنیا و دلال‌های اسلحه میاد که بیش از همه در غرب هست. هم بازار فروش سلاح به کشورهای منطقه رونق بیشتری میگیره و شتاب بیشتری میگیره، هم محصولات غرب در این کشورها گرونتر به فروش میرسه، چون هزینه رسیدن محصول در شرایط جنگی دست خریدار در این کشورها وقتی بخواد برسه هزینه‌اش بالاتر میره، چون امنیت کم میشه. میخوام عرض کنم که خدمتی که جمهوری اسلامی به انحصارات بزرگ بانکی و اسلحه سازی غرب میکنه هیچ حکومتی در منطقه نمیکنه. اینو مخصوصا گفتم تا کسایی که همچنان معتقدند که جمهوری اسلامی به منافع کلان سرمایه داران جهان لطمه میزند، مثلا و به بیان خمینی و جانشینش به استکبار جهانی ضربه میزند، به قارونیان ضربه میزند و این پرت و پلاها، این یه بار دیگه فکر کنن که جمهوری اسلامی به کی داره خدمت میکنه، به چی داره خدمت میکنه و چه چیزی رو داره به هم میزنه. در زمانی که این دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین جریان داره، دو تا اتفاق دیگه هم افتاد که چون تیتر برنامه گفتم داشته های جمهوری اسلامی در مذاکرات غرب، این دوتا اتفاق رو میذاریم در ردیف امکانات جمهوری اسلامی در مقابل غرب. یکیش اجرایی کردن توافق 25 ساله با چین بود هفته گذشته و یکیش آزمایش موشکی فوق صوت کره شمالی باز هفته گذشته در جریان مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و غرب. علی شمخانی نماینده جمهوری، نماینده آیت الله خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با یه توییت فاش میکنه که اعلام اجرایی شدن تفاهمنامه 25 ساله ایران و چین در این موقعیت زمانی خاص با مذاکرات هسته‌ای و فشار حداکثری آمریکا مرتبط است. میگه آغاز اجرای توافق 25 ساله ایران و چین در شرایط تداوم فشار حداکثری آمریکا موفقیتی راهبردی برای تهران محسوب می شود. قرارداد 25 ساله قرارداد اقتصادی امنیتی و نظامی است. در پیوند با آزمایش، می دونید دیگه که بذارین قبل از اینکه به آزمایش موشکی فرصت زیادی نداریم بپردازیم، فقط من یه جمله رو عرض کنم خدمتتون که این تداوم فشار حد اکثری آمریکا که آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی می فرماید دقیقاً و مستقیما مربوط است به مذاکرات هسته‌ای
چون جمهوری اسلامی خواستش اینه که این فشار حداکثری این تحریم‌ها برداشته بشه. خب میگه آغاز اجرای توافق 25 ساله ایران چین موفقیت راهبردی برای تهران محسوب می‌شود در شرایط تداوم فشار حداکثری آمریکا در جریان مذاکرات. خب در پیوند با آزمایش موشکی کره شمالی که عرض کردم، با توجه به موشکی شدن جمهوری اسلامی اساساً با کمک کره شمالی در دهه 60 و 70، این آزمایش موشکی چند آزمایش موشکی در وسط مذاکرات جمهوری اسلامی با غرب قاعدتاً خیلی مورد توجه قرار گرفت، هم در ایران هم در غرب. کره شمالی در سه هفته گذشته دو آزمایش موشک فراصوت و یک آزمایش موشک بالستیک انجام داد. هر دو نوع موشک هم به دلیل قدرت تخریب و هم رادار گریزیشون و هم قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای بسیار با اهمیتن. جالبه که روزنامه جرزالم پست با کنار هم گذاشتن آزمایش‌های اخیر کره شمالی با روند مذاکرات هسته‌ای فعلی در وین، میگوید که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی احتمالاً خواسته است پیامی برای مقام‌های جمهوری اسلامی بفرستد، به این معنا که لازم نیست به مذاکرات ادامه دهید و با کشورهای غربی کنار بیایید. خود جمهوری اسلامی هم 17 دی ماه تصویری باید داشته باشیم، خود جمهوری اسلامی 17 دی باز وسط مذاکرات، 17 دی ماه 1400 عرض میکنم، سه موشک بالستیک دسفول، قیام و ذوالفقار رو در تهران به نمایش گذاشت. موشک هایی که جمهوری اسلامی میگوید برای زدن پایگاه آمریکایی در عین الاسد عراق در سال 98 استفاده کرد. ببینید نتیجه‌ای که از این رویدادهای همزمان به دست می آید این است که جمهوری اسلامی آشکارا تبدیل شده به موضوع زورآزمایی دو بلوک شرق و غرب، که گرچه مثل زمان جنگ سرد نیست، واقعیت اینه، اما رقابت جهانی این دو بلوک برای حفظ و گسترش موقعیت در عرصه جهانی اقتصاد، سیاست و امنیت منطقی و غیره واقعیتی است که داریم می‌بینیم هر روز خودشو آشکارتر می‌کنه، از اختلافات به ویژه اقتصادی ایران و آمریکا و چین گرفته تا همین الان اختلافات که باز در پیوند با اوکراین روسیه داره با آمریکا. خب این داره واقعیت داره و این ایران تبدیل شده است به یک وسیله برای این زورآزمایی. این وسیله داره به قیمت ایران انجام می شود، ادامه پیدا می کند در واقع این زورآزمایی. الان نه فقط سرزمین ایران که بخشیش در رهن چین و هند و روسیه است، از بندر چابهار اجاره داده شده به هند گرفته تا قرارداد 25 ساله با چین و مشابه در راهش با روسیه که رفتن برای قرارداد 20 ساله، این رقابت جهانی داره ادامه پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه، نه فقط به قیمت سرزمین ایران، عرض کردم که بخشیش در رهن هند و چین و روسیه است، که به قیمت جان و مال و آزادی مردم ایران. تجربه هم نشون داده که هیچ نیروی همین رقابت رو نمیتونه به نفع مردم به هم بزنه مگر خود مردم ایران. بریم پرده آخر. پیروان حضرت عیسی علیه السلام اولین کسانی خواهند بود که اینا از امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف پیروی کنند. دلیلش هم خود حضرت عیسی علیه السلام هستن، چون اینها این ارتباط قلبیشون رو باشون دارن. البته برخی این ارتباط قلبی رو در همین دوره غیبت تبدیل میکنن به اون اصلی و اینها سری امام زمانی میشن. بله، شب و روزگار خوش.